من کامله هستم از افغانستان و یک سال و چهار یا پنج ماه میشه که تو این کمپ کاتسیکا هستم. رمضان یکی از ماهای عبادتی برای مردم مسلمان که از طرف خداوند تعیین شده که توی این ماه مردم با روزه گرفتن به اونایی که از خودشون ضعیف‌تر هستن، گرسنه‌تر هستن یا مشکلات اقتصادی توی زندگیشون خیلی زیاد دارن، با اونا شریک میشن، حس اونا رو درک میکنن، حس همدوستی، نادوستی، مهربانی، اینه که بفهمن فقرا چه حس و حالی دارن. و تو این ماه یه ماهیه که ما اکثرا کدورت ها رو کنار میذاریم، یه ماهیه که باید وصل بشیم به خداوند، آشتی کنیم دوباره با خداوند، از زندگی روزمره و تمام تجملاتش خودمون رو کم کم یک کمکی به روح خودمون برسیم. تو این ماه ما بیشتر روی روح خودمون کار میکنیم تا جسم درست غذا نمیخوره، ولی همزمان با اینکه جسم ما غذا نمیخوره، روح ما باید از خیلی چیزهایی که اونو خسته میکنه، از خدا دورش میکنه، از معنویات دورش میکنه، دوباره خودشو میسازه و دوباره میفهمه که از کجا اومده و به کجا میخواد بره. برای اینکه به خدا نزدیک بشیم و بتونیم روحمون رو تقویت بکنیم، بسازیم خودمون رو. و اینکه توی زندگی روزمرمون اگر با کسایی مشکل داشتیم قبلا، ناراحتیایی داشتیم، توی این ماه صلح میکنیم، آشتی میکنیم. چون این ماه که شروع میشه قبلش باید دلتو پاک کنی، کدورت ها رو از بین ببری تا عبادت رو بهتر انجام بدی. دوستی ها بیشتر میشه توی این ماه، دلها آروم میشه، محبت ها بیشتر میشه، صلح بیشتر میشه توی این ماه. رمضان، ما 9 ساله که میشدیم به جبر، به زور ما میگفتیم ما رو بیدار کنن سحری که روزه بگیریم، به خاطر اون حس و حالی که همه فامیل، خانواده، چون خانواده اکثرا بزرگ بود، فامیل ها زیاد بود، خونه ها بزرگ بود، اون حس و حالی که نزدیک افطار داشتیم سر روز 9 ساله که میشدیم به زور خودمون رو میگفتیم برای سحری بیدار کنن که فردا رو روزه بگیریم. که توی اون دوران اون حس و حالی رو که داشتیم، حتی تا قبل از اومدنمون به اینجا هم داشتیم، یه چیزی که اینجا پیدا نمیشه دیگه. توی افغانستان عصر که میشد ما اکثرا بالکنی خیلی بزرگ داریم جلوی خونه هامون که همه اونو میشستن، تمیز میکردیم، فرشبند میکردیم. بعد هر کس 2 تا 3 تا فامیل بودیم، هر کی غذای خودشو میپخت، ولی می آوردیم سر یه سفره میخوردیم همون هر چی که بود، بچه کوچیک بزرگ. اگه ما کوچیکم بودیم روزه هم نداشتیم، ولی از همون نماز عصر تا مغرب هیچی نمیخوردیم، به خاطر اینکه سر سفره که میشینیم همه با هم شروع کنیم که اون حس حال روزه رو ما هم داشته باشیم. اون حس و حالی رو که با جمع، تو جمع بودن به هم دیگه میده، اون تو تنهایی نیست. حتی کسایی که ناراحتی و کدورت دارن کل سال با هم حرف نزده باشن، تو محرم از اون یکی میشن. خیلی، اصلا خیلی تغییر کرده. اون سفره بزرگ دیگه نیست، اون صفایی که همه دور هم دیگه جمع میشدیم، منتظر بودیم، دعا میخوندیم، الان هم میخونیم، ولی بیشتر حس تنهاییه الان تا اینکه توی جمع باشیم. بیشتر ناراحت میشیم وقتی میشینیم دور سفره، چون از یه جمع خیلی بزرگ اومدیم، از یه سفره خیلی بزرگ اومدیم، یه سفره خیلی کوچیک 2 نفره شدیم و این حس خوبی نمیده. خب اینجا از لحاظ خوراکی، چون ما توی ماه رمضان خیلی سعی میکنیم، کوشش میکنیم روی غذاهایی که 100% حلال هست برای ما، این یه چیزیه که اینجا خیلی کم و به سختی پیدا میشه. بعد محیط طوریه که ما مثلا اذانو نمیشنویم،
اون حسی رو که انتظار اذان رو داری میکشی اون نیست. بعد اکثر کسایی هم که توی کم هستن یا به خاطر مریضیایی که دارن یا به خاطر ناراحتیایی که دارن 100% همشون اون حس ماه رمضان رو نمیده به آدم. بعد توی کم توی این کانکسا تعدادم خیلی الان کم شده، یه سری خب خاطر مشکلاتشون نمیتونن، حس حال ماه رمضان نیست، اون بوی رمضان نیست. آره پارسال یکم تعداد بیشتر بود نسبت به امسال، بهتر بود. حالا امسال خیلی سرده. خب مطمئنن اون شرایط هم تأثیر میذاره، اون دیوارم یه جوری حس زندانی بودن رو بهت میده. ولی توی ماه رمضان آدم باید احساس کنه که آزاده. شبش که خب هر کسی تو کانتینر خودشه، ولی بازم چون کسی نیست که رفت آمد بکنیم، ما توی افغانستان اکثرا بعد از افطار یا کسی می آمد دعوت می کردیم یا ما می رفتیم افطاری خانه کسی دیگه. این چیز الان اینجا نیست. روس هم توی اینجا کسل کننده است بیشتر. بیشتر یا تو خواب میگذره، هیچ فعالیت خاصی نیست انجام بدیم، فقط با همون بچه و غذا مصرفیم. آره فقط هم وقت پیدا کنیم میشیم بیشتر در طی روز عبادت هایی که مختص ماه رمضان هست اینا رو انجام میدیم و شبها هم این 10 شب آخر که از امروز شروع میشه، این شبها رو ما بیشتر سعی میکنیم که تا نزدیکای صبح بیدار بشینیم و عبادت هایی رو که داریم مخصوص این شبها انجام بدیم. بعد کسایی که بتونن توانش رو داشته باشن، طاقتش رو داشته باشن، تو این 10 روز آخر به اعتکاف میشینن. اعتکاف اعتکاف یه چیزیه که تو جای خودت میشینی، فقط برای ضرورت بلند میشی، غذای تو رو کسی دیگه آماده میکنه، آبت هم کسی دیگه میده، برای وضو و نماز میری. بعد تو این 10 روز با هیچ کس حرف نمیزنی مگر در حد ضرورتت و فقط تو این 10 روز قرآن میخونی و نماز میخونی و از کار میکنی. بهم میگن اعتکاف و کسایی که توانش داشته با این کار میکنن و من یه دفعه این کار کردم و تو این 10 روز اعتکافی هم که میشینیم از 3 روز تا 10 روزه سعی میکنیم مثل حالت چی که اینا میگیرن میشینن ذهنشون رو خالی میکنن و مراقبه میکنن، اینا بهشون مراقبه میگن، مراقبه حالت مراقبه، اینا میشینن به هیچی فکر نمیکنن، ذهنشون خالی میشه. مدیتیشن ما از قرآن میخونیم، نماز میخونیم، ذکر میکنیم، اما فقط به یک چیز فکر میکنیم، ذهنمون رو کلن خالی میکنیم از همه چی، از زندگی روزمره، از اتفاقات روزمره، از بچه، از پدر، مادر، کار، از همه چی، و فقط نقطه تمرکز ما میشه خدا. چون برای مدیتیشن هم اینا باید به یه نقطه تمرکز کنن، ذهنشون رو به یه نقطه وصل کنن و توی اعتکاف هم ما تمام تمرکزمون رو سمت خدا میکنیم. تو کم خیلی سخته، نمیشه تو این شرایط، نمیشه، غیر ممکنه چون اتاقا کوچیک، محیط کوچیکه، بچه هم شلوغن. اینجا نمیشه مگر اینکه خونه بزرگی باشه که یه اتاق مختص تو باشه. مال افغانستانشو بگم چون اینجا که چیزی نداریم. توی افغانستان اول 10 روز چند روز مونده به عید، اکثر مردم خیلی جنب و جوش دارن، میرن بازار خرید لباس میکنن، لباس نو میگیرن، اکثرا برای عیدشون، برای نماز عید، مردا برای نماز عید لباس نو میگیرن، زنا و بچه‌ها هم حاضر میشن.
بعد صبح اول عید قبل اینکه روشنی بزنه مردا میرن برای نماز عید، اونو که بخونن. توی منطقه ما دخترای جوان لباسای نوشون میپوشن، مثلا از 14 سال تا 18 سال 20 سال و از یه منطقه یه محله که 20 خانواده هست یا 15 خانواده 10 خانواده دختر جوانشون جمع میشن نوبتی، هر کدوم میرن خونه اون یکی دیگه، دختر جوانشون میگیرن میرن خونه یکی دیگه و عید مبارکی. و بعد از اون تا 4 روز عید هست که فامیل، حالا دخترها که به این شکل میگیرن، فامیل میرن خونه هم دیگه، که اول کوچکترها میرن خونه بزرگترها. آره این میگردیم هم ملاقات میکنیم، عید و تبریک میگیم، اکثرا سفره آماده میکنیم، سفره که مثلا هر خونه واس خودش آماده کرده، مهمونش میاد میشینه میخوره و میره. بعد بزرگترام به بچه های کوچیک هر کدوم عیدی میدن که بچه ها برای این عیدی خیلی خوشحال میشن. توی ماهای رمضان اکثرا تو کل افغانستان، بیشتر توی روستاها و شهرهای کوچک، اکثرا مردا خونه افطار نمیکنن، افطاری خودشونو میگیرن، کاسه خودشونو میگیرن، میرن مسجد میشینن، همه با هم افطار میکنن. کسایی هم که ندارن، آزاش اقتصادشون یا فقیرن یا ندارن، مرداشون پسراشون میان تو مسجد همه با هم افطار میکنن.